و چه زیبا گفت رئیس جمهور آزاد اندیش و آزاده و شجاع مردم چچن آقای رمضان قدیروف که واقعا جای تقدیر داره. جملات بسیار زیبایی گفت که آقای ماکرون شما و امثال شما مروج و بنیادگذار تروریست در دنیا هستید، شما هستید که انگیزه ترور رو در دنیا، خشونت رو در دنیا ترویج میدید. و وقتی که وزیر خارجه روسیه بهش هشدار داد که آقای قدیروف این جملات شما در شأن شما نیست، گفت من حاضرم از پستم و مقامم و حتی خونم و جانم بگذرم برای دفاع از آرمانهای رفیع رسول الله صلی الله علیه وسلم. آفرین آفرین، مبارک باد این پست و این جایگاه بر تو. تو اگر به ظاهر رئیس جمهور چچن هستید، ولیکن از دیدگاه من تو فراتر از یک رئیس جمهور، فراتر از پست‌های دنیوی دارید. تو محبوب دل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید. تو برای تو کرسی فقط تو کشور چچن نیست، برای تو کرسی انشاءالله، این گمان من اینه، در قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم کرسی برای تو گذاشته و اونجا جا گرفته ای، کرسی که با 4 سال و 8 سال انتخابات از بین نمی رود. کاش کشورهای اسلامی، آزاد مردان و دولتهای اسلامی حداقل این جملات رو می گفتن که ما حاضریم از جان ما، از پست و مقام ما، موقعیت ما برای دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگذاریم. اونها رو نمی کشتند، ولیکن گفتم به قول اقبال میگه ننالم از کسی، می نالم از خیش که ما شایان شأن تو نبودی. یا رسول الله از کسی ناله نمی کنیم، از ماکرون ناله نمی کنیم، از شارلی ابدو ناله نمی کنیم، از امثال این پس فطرتان ما گلایه نمی کنیم، گلایه از خود ماست که ما شایان شأن تو نبودیم. تو اشرف المخلوقات، تو اشرف النبیین، تو سرور پیامبران، ولی امت تو اشرف الامم نشد، جوانان امت تو بهترین امت نشد. تو بهترین پیامبران، تو سرور انبیا، تو محبوب دلها، ولی امت واقعا نشد.